سلام دوستان، این ویدیو در مورد محل قرارگیری نوت‌ها روی ساز گیتار هستش. ما تو جلسات قبلمون محل قرارگیری نوت‌ها رو پنج خط حامل کار کردیم و همینطور در مورد ارزش زمانی نوت‌ها صحبت کردیم. حالا اینجا می‌خوایم بگیم که نوت‌هامون روی ساز گیتار به چه شکل اجرا میشن. ما برای اینکه کارمون راحت تر باشه از نوت سول به ترتیب نوتامون رو نوشتیم، سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، و اومدیم به سه دسته تقسیم کردیم نوت‌ها رو. نوتایی که از می شروع میشن و تا سول، یعنی از بالای خط چهارم تا بالای خط پنجم. نوتایی که از سی شروع میشن تا ره، یعنی از روی خط سه تا روی خط چهار، و دو تا نوت سول و لا. خب خیلی ساده دستبندی میکنیم، میگیم این گروه اول می و فا و سول روی ساز گیتار رو سیم اول اجرا میشن. یعنی کافیه که ما برای زدن نوت می سیم اول گیتار رو به شکل آزاد بزنیم. آزاد یعنی که دست چپمون هیچ فرتی رو نمیگیره. برای اجرای نوت فا کافیه که رو ساز گیتار فرت یک سیم یک رو بگیریم، و برای نوت سول کافیه که فرت سوم رو انگوش گذاری کنیم و به صدا در بیاریمش. خب گفتیم که دسته دوممون نوتای سیم دوم هستن که اسمشون بود سی، دو، ره، که سی روی گیتار اجرا میشه سیم دوم آزاد، سیم دوم آزاد میشه سی، سیم دوم اگه فرت یکش رو بگیریم میشه نوت دو، و اگر فرت سه سیم دوم بگیریم اسم نوت میشه ره، که به این شکل روی گیتار اجرا میشن. خب ما نوت هامون روی سیم سوم توی پوزیسیون سردستمون دو تا هستن، سول و لا. سول اجرا میشه سیم سوم آزاد و لا اجرا میشه سیم سوم فرت دو. حالا دلیل این چیدمان به چه شکله؟ ببینید، برمیگرده به اون فواصل نیم پرده و یک پرده ای که توی جلسه تئوری مربوط به گام دو ماژور گفتم خدمتتون. ببینید هر فرت روی گیتار معادل یه نیم پرده است. بنابراین وقتی ما رو سیم یک فرت صفر یا آزاد رو میزنیم و نوت می رو پیدا میکنیم، طبق اون فرمول گفته بودیم بعد می فا میاد و بین می و فا نیم پرده فاصله است. بنابراین اگر می سیم اول آزاد یا فرت صفر باشه، نیم پرده پایین تر، نیم پرده یعنی رو دسته پایین تر و رو صدا زیرتر، میشه نوت فا که اجرا میشه سیم یک فرت یک. و همینطور فا با سول با هم دیگه یک پرده فاصله داشتن که روی گیتارمون یعنی دو فرت جلو بریم. یعنی اگه فا فرت یک باشه، ما فرت دو رو نمیگیریم و فرت سه رو اجرا میکنیم. پس نوت های سیم اول شدن می، فا، سول، آزاد، فرت یک، فرت سه. نوت های سیم دو هم به همین شکله. نوت مبنامون سی هستش، یعنی سیم دوم آزاد. یادتون باشه تو همون گام دو ماژور بعد سی که دو میومد، سی با دو با هم دیگه نیم پرده فاصله داشت. بنابراین اگه نوت اولمون یعنی فرت صفرمون سی باشه، فرت یکمون میشه دو، چون گفتیم که هر فرت گیتار معادل نیم پرده است. و اگه دو رو پیدا کنم، حالا دو باره توی گام دو ماژور گفتیم که یک پرده فاصله داشتن دیگه، یک پرده یعنی دو فرت. پس از فرت یک گیتار میرم به فرت سه گیتار تا بتونم نوت ر رو اجرا کنم. توی سیم سوم دو تا نوت داشتیم، سول و لا. گفتیم که سول سیم سوم آزاده، یعنی فرت صفر، و از طرفی که میدونیم سول با لا با هم دیگه یک پرده فاصله دارن که معادل دو فرت میشه. بنابراین اگر سول فرت صفر سیم سه باشه، لا میشه فرت دو سیم سه، چون فرت یک یه نیم پرده جلو اومدیم، یه نیم پرده دیگه بیایم جلو فرت دو رو گرفتیم. پس به همین آسونی ما میتونیم نوت ها رو روی سردسته گیتار رو سه سیم اول پیدا کنیم. نوت های سیم اول می، فا، سول، آزاد، فرت یک، فرت سه. نوت های سیم دوم سی، دو، ره، آزاد، فرت یک، فرت سه، مثل همدیگه هستن. نوت سیم سوم به دلیل
تفاوت فاصله‌ای که بین دو تا نوت اول وجود داره اجراشون هم متفاوته. سیم سوم آزاد سول، سیم سوم فرت دو لا. نکته دیگه که باید یادآوری کنم اینه که توی هر دسته اولین نوتمون سیم آزاد هست. سیم یک آزاد، سیم دو آزاد، سیم سه آزاد. خب دوستان، ممنون از اینکه من رو همراهی میکنید. اگر فکر میکنید که ویدیوهایی که من براتون میذارم مفیده و کارایی خوبی براتون داره، ازتون خواهش میکنم که نوتیفیکیشن پیج من رو اکتیو کنید تا ویدیوهای بعدی به راحتی در دسترستون قرار بگیره. خداحافظ. Thank you.